سلام گرمی دارم به تمامی دوستان و علاقمندان یادگیری یک مروری به گذشته داشته باشیم اومدیم یک ایمیل ایجاد کردیم جلسه هفتگی رو بررسی کردیم اومدیم یک جلسه برگزار کردیم تعیین کردیم میتونیم بیایم اون جلسات رو در این قسمت کلندرمون مشاهده بکنیم اگر ایمیل های دیگه دارید میتونید از اینجا با فعال کردن اون تیک های کلندر های ایمیل هاتون اون جلساتتون میتینگتون حالا آب و هوا و خیلی از آیتم های دیگر رو هم ببینید اومدیم یک گروه ساختیم که کارمون رو راحت بکنه به جای اینکه به ایمیل هایی رو که تکراری هستن و به عنوان مثال ما یک گزارش هفتگی ماهانه یا یک آمار بودجه یا هر چیزی رو ماهانه برای اشخاصی ارسال میکنیم به جای اینکه وقتمون رو هدر بدیم و هر ماه اینها رو وارد بکنیم اسامی رو دونه دونه وارد بکنیم اومدیم یک گروه ایجاد کردیم و به اون گروه ارسال کردیم که میتونید ویدیوها رو مشاهده بکنید در این جلسه میخوایم بیایم روی تودو لیست کار بکنیم که این در حقیقت این تو لیست ما چه چیزی هستش ببینید عوض این که من بخوام بیام یه سررسید بردارم و حالا ممکنه این سررسید رو یه جای جا بذارم یه جای یادم بره یا هر آیتم دیگه ای میتونم بیام در قسمت تو لیست کارهایی رو که دارم و یا کارهایی رو که میخوام به اشخاصی بسپارم رو اینجا درج بکنم و از این طریق پیگیری بکنم و به من ریمایندر بکنه و به من یادآوری بکنه که این کار انجام شده نشده و تمام این آیتم ها رو داشته باشم برای ایجاد یک فعالیت یک تو لیست من باید بیام و بر روی نیو کلیپون کلیک ببینید اومدیم بر روی این آیکون کلیک کردیم اومدیم بر روی نیو کلیک کردیم و یک آپشن برای من باز میشه حالا به عنوان مثال اگر من بخوام اینجا یک موضوعی رو درج بکنم میدونیم که ارسال بودجه بسیار خوب ارسال بودجه چه روزی باید شروع بشه ببینید حالا من مثلا میگم امروز شروع بشه و تا هفته دیگه همین موقع باید به پایان برسه در قسمت استاتوس میگیم که این شروع شده این پروگرس کامپلیتد ویتینگ آن انس دفرد یا آیتم های دیگه ببینید یه ترجمه کوچیک بکنم شروع شده در پروگرس تموم شده منتظر کس دیگه هستی به تاخیر افتاده و حالا یه قسمتی هم پرایوریتی داریم که میگه اولویتش به چه صورته لو نرمال و های یعنی کم، نرمال و خیلی زیاد هستش و اینجا هم میتونید بهش پرسن کامپلیت بدین یعنی اینکه بگید که چند درصد از این فعالیت انجام شده یک ریمایندر رو هم میتونیم بذاریم بگیم در این روز خاص در این ساعت خاص حتی یک ساوند رو هم میتونیم بهش اختصاص حالا میایم اینجا میگیم که ارسال یک توضیحی رو هم باید براش درج بکنیم به عنوان مثال من مینویسم ارسال بودجه به مدیر بسیار خوب. حالا میدونید همونطور که میدونید اگه در فرمت تکست بیام اینجا اینو دوبار کلیک بکنم راست چینش بکنم حالا بیام یه فونت مثلا بینازنین انتخاب بکنم و این کارها رو دیگه خودتون به راحتی میتونین انجام بدین. یه قسمتی ریویو هم داره که اگر پرژین رو نصب کرده باشید شما در اینجا گزینه پرژین رو دارید. اگر این بسته نصبیش رو دانلود نکردید به من پیام بدید تا براتون به صورت رایگان ارسال کنم و در اختیارتون بذارم بسیار خوب یک ریمایندر رو هم گذاشتیم ببینید این به صورت اتوماتیک گفته ریمایندر این دو دیت باشه یعنی روزی که قراره به اتمام برسه خب من میگم که حالا شما یکم زودترم به من یادآوری کن که فراموش نکنم این حالا مثلا دو روز زودتر به من یادآوری کن و در ساعت هشت صبح هم نباشه یازده باشه که من سر کار باشم به این صورت این رو من به عنوان یک دو لیست درش حالا بریم ببینیم که اینها به چه صورت میتونیم فوروارد بکنیم به یک ایمیلی میتونیم به وان نوت هم اضافهش بکنیم میتونیم در قسمت دیتیل ببینید دیت کامپلیتد اگر تموم شده میتونیم ببینیم که توتال ورک چقدر بوده اکچوال ورک چقدر بوده و یک سری آیتم هایی رو به اینها هم اضافه بکنیم حالا این مثلا مثل برنامه ریزی شده در حقیقت اگر اون فعالیت ببینید اگر اون فعال من مجدن به بخش تسک رفتم اگر اون فعالیت تموم بشه این رو مارک از کامپلیت یعنی مارک کامپلیت یعنی تموم شده اگر بر روی اساین تسک بزنم ببینید این رو میتونه به یک شخصی اختصاص بده یعنی اینو برای یک شخصی بفرسته و شما میتونید اون رو از طریق اون شخص پیگیری کنید حتی یک متنی هم اینجا براش درج بکنید که من فعلا نمیخوام برای شخصی ارسال بکنه فقط خواستم که با این تسک آشنا بشید و میتونید مجددا کنسل اساینمنت رو هم انجام دهیم. سند استاتوس ریپورت هست میتونیم این گزارش ریپورت رو حالا اگر درصدی رو حالا پیشرفت دادیم بهش همونطور که بهتون اونجا گفتم برای کسی ارسال بکنید ببینید از این طریق میتونید اون آیتم رو که چقدر کار کردید روش رو برای شخص مورد نظرتون ارسال بکنید که من مجددا اونو کنسل کردم در قسمت ریکارنس هم اگر من کلیک بکنم به صورت دوره ای به من یادآوری میکنه ببین میگه هفته ای اگر این کار قرار هفته ای انجام بشه در چه روزی و رنج اف ریکارنس میاد میگه که در چه بازه زمانی من بیام حالا به صورت هفته ای یا ماهانه اینو به تو یادآوری بکنم اگر نیاز داشته باشین که ای به صورت دوره بهتون یادآوری بشه ریکارنس رو فعال بکنید و همینطور که گفتم تنظیماتش رو انجام بدید کاتگورایز هم میاد یه طبقه بندی میکنه ببینید اینجا مثلا یه سری چیزها رو خودش داره اگر به بخش آل کاتگورایز هم برید کاتگورایز برید میتونید مثلا یک تونه جدید هم ایجاد بکنید اگر یک آیتمی خیلی اهمیت داره میاد نیو میزنید و در قسمت نیم اینجا میزنید که مثلا خیلی مهم و رنگش رو هم قرمز میذارید ببینید به این صورت اوکی و این هم اوکی ببینید به این صورت برای شما یک قرمزی گذاشت که نسبت به دیگر تو دو لیست هاتون فعالیت که باید انجام بدید یک چیز بارزی داشته باشه یک نشانه بارزی داشته باشه فعلا من این رو نمیخوام فقط در جریان باشید حالا اگر این رو بعد فالو آپ بکنید پیگیری بکنید میتونید از طریق این پرچم ها هم رنگ هایی که این پرچم ها دارن هم اون رو یک فلک گذاری هم داشته باشید اینها هم آیکون های پرایویت هست های ایمپورتنس و لو ایمپورتنس هست که میتونید اینها رو در اینجا قرار بدید و ببینید به این صورت که میبینید اگر من اینو تغییر بدم این بخش هم خود به خود تغییر میکنه پرایویت هم که همونطور که میدونید فقط مختص خود من باشه اگر به بخش اینسرت بیام میتونم یه فایلی رو اتش بکنم میتونم یک ایمیلی رو اتش بکنم بیزنس کارت باشه و سیگنچر که هم با هم کار کردیم و نیاز نیست اینو اگر زمانی که میخواید برای کسی ارسال بکنید میتونید یک سیگنچر هم درج بکنید برش. در این قسمت هم که فرمت تکس هست کاملا مشابه ورد هست میتونید یک سری استایل هایی رو تعریف بکنید و کاملا مشابه بخش ورد است حالا اگر عکسی دارید اینجا میتونید بیاید از سلکت اگر دنبال کلمه خاصی هستید میتونید بیاید در بخش فایند و به این صورت اینها رو جابجا جا بکنید و پیگیری بکنید در قسمت ریویو هم میتونیم بیایم اسپل بکنیم بیایم تعداد کلمات رو بشمریم البته آیتم های مهم رو من بهتون میگم بیایم حالا ترنسلیت اگر نیاز داشته باشه انجام بشیم و در قسمت لنگویش هم اگر دارید یک بخش انگلیسی کار میکنید این بخش خیلی به کارتون میاد بیاید توی ست پروفینگ Language و چک اسپل رو انجام فعال بکنید تا بهتون اگر لغتی اشتباه هست رو بهتون درج بکنه ببینید مثلا من اگر این یه رو پاک بکنم چون فارسی رو نصب کردم یا این اشتباه مدران اگر بیام مدیرانش بکنم اون خطا برای من برداشته میشه حالا یه وقتایی هم هست یه سری اسما رو نمیشناسه شاید به عنوان مثال یکی بود حالا اسمش مثلا مدران بود شما یه شرکتی بود مدران اگر با همچین آیتمی برخوردید ببینید قرمز شد و نباید قرمز میشد راست کلیک میکنید و اد تو دیکشنری رو میزنید که دیگه براتون خطا نگیره اگر واقعا اون کلمه درست هست و تمامی لغات مشابه اون آیتم رو هم براتون اسلام میکن و دیگه خط قرمز نمایش نمیده همونطور که گفتم به بخش فایل میریم به بخش, به بخش تسک میریم این رو سیو ان کلوز میزنم زمانی که این فایل تموم بشه ببینید برای من ریمایندر هم ایجاد کرده اگر من برش دوبار کلیک بکنم من این ریمایندرش یه مقداری باید تغییر بدم و مثلا بر روی 26 بذارم به خاطر اینکه تاریخش قبل یعنی تاریخش جلوتر از این استارت دیت بود به خاطر اون به من ریمایندر داد اینو من سیون کلوز بزنم اگر مثلا ببینید من اومدم توی مثلا روز 25م به این یکم درصد دادم ببینید اینجوری سیو درصد رو براش خودشم اتوماتیک این پروگرس شد سیون کلوز میکنم اگر نیاز باشه هم ببینید من در اینجا اد کالم اگر بکنم بله پرسن کامپلیت رو هم میتونم اینجا داشته باشم برای خودم همونطور هم که بهتون گفتم میتونم اینجا مثلا یه فلگ رو هم بهش درجه اهمیت هم براش یعنی تعریف کنم ببینید میتونم بگم که برای فردا ریمایند کن به من فالو آب کن بعد اینو پیگیری کنم بر اساس رنگ ها و غیره به این صورت زمانی هم که تکمیل بشه ببینید به این صورت اگر این تیک رو بزنم هم یعنی اینکه دیگه این فعالیت کامپلیت شده دیگه نیاز نیست باز بکنم و کامپلیت رو درج بکنم فقط خاطرتون باشه اگر اشتباه کامپلیت کردین پرسنت کامپلیتتون تغییر میکنه که مجددا باید برید اون رو درج بکنید امیدوارم که از این بخشمون لذت برده باشید باز هم با آموزش های ما همراه باشید ممنون از همراهی شما